آخرت کسی برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان عزیز، هم‌آوایان، لیدیز اند جنتلمن، سلام. سپاسگزار از این که منو ضایع کردین با این جواب. سلامتون. یعنی فقط فرزاد حسنی رو بیشتر از من تحویل گرفتین چون خوشگل‌تره، درسته؟ در حالی که شما متوجه نیستین از خوشگلی فقط کچلیش به من رسیده. چه اشکالی داره؟ به این چیزا نباید اهمیت بدید. خب، من هم صمیمانه تبریک میگم ایام و اعیاد بسیار مبارک شعبانیه رو، مخصوصا پیشاپیش ولادت با سعادت یگانه منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف رو. خوشحال میشم هر چقدر که قلبا خوشنود هستید به خاطر این میلاد بسیار فرخنده. ناز قدم های آقا امام زمانی دست بسیار باشکوه به نکوی طرفدارای تیم آبی یعنی استقلالی رو دست بزنن اول بره. بره حالا پرسپولیسی ها شست بزن که حتی میبازن هم از رو نمیرن این پرسپولیسی از بس روحیه بالا است. اتفاقا من تحصیل میکنم، ما ایرانی ها انسان های عجیبی هستیم. در تمام طول یک فصل فوتبال طرفدارای استقلال و پرسپولیس آبی و قرمز تو سر و کله هم میزنن، دست آخر سپاهان قهرمان میشه. چرا؟ من نمیتونم فرق کنم چجوری داستان. تو بحث ورزشمون همه چی فرق میکنه. در تمام دنیا فقط ما ایرانی ها هستیم که خیلی همون از فوتبال خوشمون نمیاد و هیچ توجهی به فوتبال نداریم، اما 90 دقیقه میشینیم برنامه 90 رو نگاه میکنیم. دنبال حاشیه میگردیم. ورزشکارامون استثنایی هم. فقط یک حسین رضازاده میتونه به عنوان یک قهرمان وزنه‌بردار ایرانی در مسابقات جهانی شرکت کنه و در حالی که یک وزنه فوق سنگین روی سرش گرفته زیر اون همه فشار با ملتش احوالپرسی کنه. خیلی متشکرم. من صمیمانه از این سه نفری که دست میزنن تشکر میکنم. تعجب میکنم واقعا. علارغم که اکثر شما خوبان میبینید یک استنداپ کمدی روی صحنه ایستاده، یک شومن طنز، حتی در ارائه یک لبخند یا یک دست ساده تردید داره. میدونی چرا؟ الان دیگه خیلی دیره. فرزاد حسنی میگفت تو سرویس بهداشتی دانشگاهمون رفته بودم، یهو دیدم یک کاغذ چسبوندن پشت در که آب قطع است. منم زیرش نوشتم دیگه خیلی دیره. و یه اوقات خیلی دیر میشه بابا. اگر شما علاقه می که برنامه شاد و طنز دوست دارید، من نگاه میکنم تو عکس العمل خودتون تردید دارید، نه اشکال از شماست که بگم انسانهایی بی انرژی هستید و نه من شومن ضعیفی هستم. موضوع اینجاست که ما ایرانی ها اصولا انسانهای لجبازی هستیم که در تمام دنیا فقط یک ایرانی میتونه روی موب چارزانو بشی. میخندی چون این کار رو کردی که تو خیابون صف میبینیم، اصلا قبل از اینکه سوال کنیم صف چیه نوبت میگیریم. همه چیمون عجیب غریبه. مهمون رو خودمون دعوت میکنیم، وقتی میاد خونه آخر سر که میره میگیم آخیش با چرا دعوتش کردی اگه آخیش این چه کاری چون از پاس بر من دست بزنید خودم.
بله چی بگم از تفاوت‌های ما ایرانی ها. میگفت تو ایران یک عروس رو جوری راضی میشه واسه شب عروسیش آرایشش کنن که حتی مادرش هم نشناسدش. که بعد میگفت که بعضی از این عروسی ها، بعضی از این دخترها یه جوری به خودشون میرسن که داماد وقتی نگاهشون میکنه میگه عجب غلطی کردم اینو گرفتم، از این بهتر خیلی بودی. تو چقدر آرایشون تعجب میکنه. یه خانومی 2 ساعت با تلفن صحبت کرد، بعد گوشی تلفن رو گذاشت. شوهرش بهش گفت من بهت تبریک میگم عزیزم، چقدر تایم مکالمت کوتاه شده، قبلا ما 5-6 ساعت صحبت میکردیم. گفت این دفعه اشتباه گرفتم متأسفم. هول شدم میخواستم بگم الو، بله، گفتم بله و اله، طرفم گفت سلو علام، اونم قاطی کرد. یکی از دوستان میگفت چقدر من خوشحال میشم ما ایرانی ها یه روز به یه جایی برسیم وقتی تلفنی داریم صحبت میکنیم نقاشی نکنیم. میگفت بابام با تلفن یه رو صحبت میکرد، رو پایان نامه دکتران قرداشت عکس خر کشید. زخمم برای عشق سرم درد میکن، زخمم بزن که این کار ساده رو هر یار را رفیق جبون مرد میکنیم. جا که رفتی خودمونیم هیچ کس، اون چه دلم برای تو میکرد میکنیم. زخمم بزن که زخمم رو مرد میکنیم، زخمم برای عشق سرم. بله، فرزاد حسنی میگفت ما در دنیایی که زندگی میکنیم دو نوع آرامش داریم، یکی آرامش قبل از طوفان، یکی آرامش بعد از دستشویی. میگفت اونایی که اف خونه رو بر میدارن آیفون گوش آیفون خونه رو و میگن الو، همونایی هستن که وقتی در توالت میزنی میگن کیه؟ سباتی میکنی در میگو. یکی از رفقام در توالت زده بود، داداشش تو توالت بوده، گفته که دیده که کسی اون توی، گفته کیه؟ گفته منم. گفته توی تو توالت؟ گفته نه، پس این منشی تلفن توالته. بعد از شنیدن صدای بوق بفرمایید تو. سر یکی از این چهارراه‌ها یه روز یه کودک فال فروشی رو دیدم، مثل خیلی از شماها که دیدید. بهش گفتم چه میکنی فرزند؟ گفت به آنان که در گذشته خود ماندن آیندهشون را میفروشن. گاهی اوقات یه بچه یه حرف میزنه آدم تکون میخوره. فال و روح و سلامی یه استخاره به قرآن دیم قشنگی داره. حالا متاسفانه میگه درآمد یک دعا نویس از درآمد یک برنامه نویس کامپیوتری بیشتر. کجا داریم میگه ما یه عمر داریم فال حافظ میگیریم، غافل از این که حافظ خودش فال قهوه میگرفته.
به نسب استناد اون شعری که میگه مادر بیاله عکس رخ یار موقع قبر تو بیاله میخوردن. فرزاد حسن هم میگه مادر بیاله نفوش بود الان دیگه استفاده نمیشه. هر کسی تفسیر تعبیر خودش. خیلی میدونید شما ها من نمیدونم کدوماتون وضع مالیتون چجوریه، اما آپارتمان نشین برای ما شده در بسر. تو همون داشتم واسه خودم میخوندم آخه آقایی هم فکر میکنن همون که میرن خیلی صداشون خوب میشه میزنه زیر ما باخت خانم جم پشت دست زهر ما نمیتونه تو همون کنه فکر میکنه تو همون صداش دو پیچه قشنگ بشه. مشغول بودم واسه خودم میخوندم که دیدم مادرم ده از در همون دو پسرم دختر همسایه باره اومده میگه که ما از آهنگوی داریوش خوشتون نمیاد یه بانه بیان برای چیکار؟ میخواستم بگم آخه دلشو بشکنم آخه دل شکستم که اونم نمیباشه تا توانی دلی به دست دارم. دیدی که محسن یه بانه گفت سکوت قلب تو بشکن من نمیشکنم بشکن بشکنه بشکن من نمیشکنم اما دل موجود عجیبیه شکستش هم کار میده. در دنیایی که ما زندگی میکنیم هر چیزی که میشکنه از قیمت میفته الا دل که وقتی میشکنه بازه قیمتی میشه. یه جا من میخوندم نوشته بود تأثیر جمله این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است به مراتب بیشتر از جمله این که عالم محضر خداست در محضر خدا محصیت ندون چی خواهد بکنه. اما میبینیم باز هم خدا ما رو دوست داره. خدا آن حس زیباست که در تاریکی صحرا زمانی که سکوت مرگ میدزدد نگاهت را اینقدر ترس تمام وجود رو به فرا گرفته جرأت نمیکنی اطراف نگاه کنی در دل تاریکی صحرا زمانی که سکوت مرگ میدزدد نگاهت را کسی آرام میگوید که من هستم ای تنها و دل آرام میگیرد برا به فکر الله تصمیم نگم برا خدا که اینقدر دوستمون داری دست بشه. محسن یگانه محسن چاوشی محسن من دلیوف من دیگه نمیم من اسم حسن یه میم فقط کم داره به اندازه یه میم از محسن رد البته اینو گفته نمونه موهای اون خیلی یخت و بلاد من شنیدم که جره که ایستاد هم بزنه که این بدار رو بزنه. اما محسن چاوشی من یادم اصلا خواننده هایی مثل محسن چاوشی و یه باره با هم میخوندم بعد از هم جدا شده شبیه اندیوکوس. اما اگر یگانه و چاوشی از هم جدا شدن چون بچه نام نمیشدن خنده نداره. خود من سالها بود که فکر میکردم کامران و هومن زن و شوهرم بعد فهمیدم که خواهرم چاوشی صداش خسته است یه خش خاصی تو صداش هست خراشیده است این صدا صدای عجیبیه اگه بتونی خودت یه تقویتش کنی به صدای جیپسیکی میان نزدیک میشه انگاری که صبح ناشتا میکنی نمیدونم به قد طبیعیم شب دونم دارم میبندم با یه حس گونه از دل بشیام با همین صدا بخست آهنگ های متفاوت دو سه سال قبل یه عمو به برنامه خون من در شگفتی فرو رفتم که چطور ممکنه آیا با صدای خسته هم میشه بندری شد خسته بندری آبادم آبادم گفته بودی که تو را دوست ندارم افتاد چه بگویم به چه طرزی دل جانم میسوزی عشق این شهره که دارم دام در رابطه ها اون رابطه ای که با نگاه آغاز میشه با شناخت نسبت به هم دیگه سوستر و سوستر
همون رابطه‌ای که با شناخت آغاز میشه با هر نگاه عمیق‌تر و عمیق‌تر میشه روز به روز از رب بیشتر دوستش داره. هزار تفاوتی هست اونجا بین عشق و دوست داشتن، چرا که عشق انسان رو داغ میکنه اما دوست داشتن انسان رو پخته میکنه. هر داغی یه روزی سرد میشه اما هیچ پخته ای دیگه هرگز خام نمیشه. برای اونی که از صمیم قلب دوستش داری دست عاشقانه